açılır perde, düştüm yerde, düştüm yerde. Derman sendedir. Düştüm yerde, düştüm yerde. Derman sendedir. Düşmüşüm kaldır, mihnetim oldur. Ağlarım güldür, ağlarım güldür. Derman sendedir. اگه اون زمرد یه بار دیگه به این خونه بیاد، هر دوتونو میکشه. خدایا من از اینجا نجات بده، دیگه نمیتونم تحمل کنم، دیگه نمیتونم. کجایی تو زمرد؟ جواب بده دیگه، جواب بده. بین المللی زبان فارسی از موبیتس مدیا انترتینمنت. زمرد، این چه وضعیه؟ من چیزیم نشده، افتادم. کسی بلایی سرت آورده؟ نکنه تقصیر خودم بود سراد، نباید میرفتم اونجا. رفتم سخندانو ببینم، میترسم به خاطر من بلایی سرش بیارن. سراد، سر هیچ کس نمیتونن هیچ بلایی بیارن، هیچ کس. من بهشون هشدار دادم. نه سراد، اینطوری نمیشه. خواهش میکنم کاری که من فکر میکنم و نکن. احسان، اینا حرف حالیشون نمیشه. حاضرشو میریم سراغشون. سرهاد، به من گوش کن سرهاد، اینطوری نمیشه. سرهاد لطفاً یه دقیقه گوش کن. سرهاد لطفاً نرو، اونا میکشنه سرهاد. من قبلاً مردم، نمیتونن مرده رو دوباره بکشن. اگه بیفتی زندان چی؟ اگه قاتل بشی چی؟ زمرد، اینا دست بر نمیدارن، دست بر نمیدارن. نمیبینی؟ این ازگوچا دست بردار نیستن. به تو آسیب میزنن، به سخندان آسیب میزنن، به خانوادم آسیب میزنن، ولی من بهشون هشدار دادم. خواهش میکنم سرهاد، خواهش میکنم این کارو نکن. زمرد، من به خاطر تو، به خاطر خانوادم حاضرم هر تاوانی رو بدم. حالا برو کنار. منو ببخش، منو ببخش،
به خاطر خودت این کارو کردم، به خاطر خودت بود. حسینات این سر و صدا برای چی چه ماما؟ والا ببین هر لحظه یه اتفاقی میفته، والا اتفاقات این امارت هم تمومی ندارم. چی شده عباس؟ من چه میدونم ماما، منم دارم همین از تو میپرسم. این سر و صدا دیگه چی؟ صدا از اتاق آبجی شمارت همینا میاد. دخترم ببخشید یه چیزی از دستم افتاد پایین. از بس دست و پا چلفتیه همه چیا خراب کرده. دونه جان اتاقو تمیز کن دخترم. آبجی دونه نیازی نیست، خودم حلش میکنم. دونه بهت گفتم اتاقو تمیز کن. آبجی دونه لباس مناسب تنش نیست. خب پس بگو داره واسه عباس کوچولو یه همبازی میاد. ببخشید مزاحم شما هم شدم. آبجی دونه تو هم برگرد سر کارت. عزیزم، عزیز دلم، من یه قولی بهت دادم، بی خیالت نمیشم. من یه بار تو رو از دست دادم، دیگه نمیتونم سراد. رستم میبینی؟ والا رفتن تو اتاق دارم قفل کردن. ای خدا. خب دیگه ایشالله 9 ماه و 10 روز دیگه اینجا پر از شادی و نشاط میشه ایشالله. خدا یا قربونت برم یه بچه سعی و سالم بهشون بده. اون موقع باید منو ببینید. این خط، این نشون، مادر بزرگ ولیعهد دمیرکانا الفت کلاغلو. خدایا خودت به هم سار بده. خدایا الفت، اینا چیزایی نیستن که بشه توی جمع در موردشون حرف زد. زشته. زشت چیه رستم؟ مگه تو از توی باغچه در اومدی؟ زن و شوهرن دیگه، میخوان بچه دار بشن مگه چیه؟ وای به خدا خیلی هیجان زده شدم. ای به خدا، به خدا نمیتونم تو جام بند بشم. ای به خدا میگم. بیا رستم، تو هم بیا، بیا بیا عزیزم، ملیحا بیا بیا. دیگه دنیامون شیرین میشه، دیگه دلتنگیامون تموم میشه و میره. انقدر دلبری نکن، خوشگلم عقل ناقصم از بین میره. دیگه دنیامون شیرین میشه، دیگه دلتنگیامون تموم میشن. انقدر دلبری نکن، آخ آخ، عقل ناقص من دیگه از بین میره. ماشاءالله ماشاءالله، این مدیر منم خیلی با استعداده. کاراشو نگاه کن، این فامیلمونم بچه دیوونه است. به خدا دیوونه است، این خیلی سجونه. کرونا هم نمیتونه بلایی سرش بیاره. همینه دیگه، دنیامون شیرین 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 میشه. انقدر دلبری نکن. بسه دیگه، بسه الفت، بسه. این چه پرو بازیه؟ چی شد عزیمت خانم؟ اینجا کورکویی نیست، امارت دمیرکانه. فهمیدی چی آره میگم؟ آره میدونیم، معلومه که میدونیم، واسه همونم اینطوری میکنیم دیگه. چی شد؟ ناراحت شدی؟ دیدی دخترم داره جاپاشو محکم میکنه؟ داریم نبدار میشیم. الفت بس دیگه، زشته. این کجاش زشته؟ بذار بترسه، واسه ترس و مرگ چاره ای نیست عزیزم. داره میاد دیگه ایشالله، داره میاد. الله الله. الفت خانم. بله عزیزم. منو ببین، در اصل تو باید بترسی.
وقتش که برسه امارت دمیرکانا که هیچی، اگه تو نوشهر بود میتونی نوتو ببینی. ایوا تو نمیدونی با کی سر و کله میزنی، ولی به زودی میفهم. باش. فامین باید بگم این برای تو خیلی بد شد. چرا ها؟ عزیمت دمیرکان 45 سال مادر من، هنوز ندیدم کسی با اون در بیفته و روز خوش داشته باشه. این اصلا برای تو خوب نشد. از من گفتن. ای بابا فامیل، ممنون که گفتی، ولی ما به اندازه کافی بدبخت شدیم دیگه عباس آقا. دیگه چقدر میخواییم بدبخت بشیم ها؟ بهش گفتم فامیل، عجیب و غریب شدم، کم کم دارم با کلاس میشم. داری آب رو حیثیتمونو میبری. آبروش رفته، اینو ببین دیگه دنیامون داره شیرین شیرین میشه. مدیر منو ببین، ای خدا چقدرم استعداد داره. ماشالله ماشالله ماشالله، خوبی خوبی، آفرین خوبی. به نظر من بعد از این استعداد استفاده کرد، بعد یه فکری واسش بکنم. آره نمیتونم اجازه بدم بلایی سرت بیاد. من اول این داستان تو رو از دست دادم. بزرگترین ترسم تو زندگی از دست دادن توه. هرچی هم که بشه من اجازه نمیدم. دیگه به هیچ وجه از دستت نمیدم. میدونم منو اصلا نمیبخشی، ولی چاره دیگه ای نداشتم. چاره دیگه ای نداشتم سراد. ای خدا، پروردگار، ای وای ای وای ای وای ای وای، من چی کار کنم؟ خجالت نمی کشن، رفتن تو اتاق عباس، رفتن تو اتاق. خب مامان چی کار میکردن؟ میرفتن قایم موشک بازی در می آوردن. انشالله که اتفاقی نمی افته. عباس اونجا داره کار از کار میگذره. عباس ببین، اگه اون چشم شیطونی یه بچه از سرحات به دنیا بیاره، نابود میشیم، ما بدبخت میشیم، داراییمون تقسیم میشه، میچسبه به این امارت و نمیتونیم از شرش خلاص بشیم. شروع میکنه به دستور دادن به من و تو. فهمیدی چی میگم؟ فهمیدی عباس؟ باید یه کاری بکنی. فهمیدم مامان فهمیدم، ولی خب باید چی کار کنم الان؟ درو بشکنم برم تو؟ اگه تو کاری نکنی من میکنم. هر بلایی سر مادر سرحات اومد، سر اونم میاد. میمیره. از دست من عصبانی نشو، خواهش میکنم سراد. زمرد تو داری چی کار میکنی؟ آروم باش سراد. چرن نگو زمرد، بازم کن. لطفا دارم میگم دستامو باز کن. خواهش میکنم سرات، آروم باش. باید لطفا سخندانو نجات بدم. دارم میگم سرات. باید سخندانو نجات بدم. دستامو باز کن. گوش کن چی میگم. آروم میگم باش سرات. دستامو باز کن. ببین چی میگم. من نمیذارم تو بری.
نمیتونم بذارم بمیری، نمیتونم از دستت بدم. تو همه چیز منی، تو نفس منی، نمیتونم اجازه بدم بری. قول میدم یه راهی واسه نجات سخندان پیدا کنم، ولی نه به قیمت از دست دادنت. فرمانده تو کجایی؟ پس چرا جواب نمیدی؟ چیزی نمونده سخندان، چیزی نمونده. تحمل کن، نجاتت میدیم. کجایی فرمانده؟ کجایی تو آخه؟ اگه فرمانده نیاد خودم که هستم، نجاتت میدم سخندان، تو رو از اون جهنم میارمت بیرون. سخندان بیا بریم از اینجا، بیا بریم عزیزم. نه من دیگه نمیتونم تحمل کنم. آبجیز و مراد راست میگفت، نباید کاری که دوست ندارم انجام بدم. نه نه دیگه، من نمیتونم تو این جهنم بمونم. مادرم کجاست؟ هیچ جا پیداش نمی کنم. تو اتاق زنم و قدرتم دارن دعا می کنن. سخندان چی؟ تو با سخندان چی کار داری ها؟ انگار خیلی به این دختر اهمیت میدی. خیر باشه، مسئله به اون مربوط میشه، واسه همین دارم میگم. تو هم همش به من تیکه ننداز. سخندان تو امارت درد سر درست کرد، برای همینم تو اتاقش زندانی شده. خدا انشالله شفاش بده نسا خانوم. انشالله به زودی سر پا بشه. خیلی خوش اومدید مادر. میشه یکم با هم حرف بزنیم؟ در مورد چی؟ در مورد سخندان. موضوع چیه؟ اینو سرات امیر کندت خواست با سخندان خوب رفتار کنیم، گفت عقب بشینیم و به شرایط صلح پابند باشیم. اون کیه که چیزی از ما بخواد؟ مادر این کار عاقبت خوبی نداره. اینجا نمونید، برید پایین. یکم سرویس رو سریع‌تر انجام بدین، به مهمونا برسین، زود باشین. Thank you.
زمراد دیگه بیا دستامو باز کن. بیا یکم آب بخور آروم شی، بعدش قول میدم بازت کنم. بیا زود باش، بیا یکم آب بخور. یکم دیگه. باشه آرومم، بازم کن دیگه. سرها تصمیمم رو گرفتم، میخوام برم با ازگوچو حرف بزنم. چرا نگو زمرد بجو؟ میرم با نسا خانم حرف میزنم، میگم این ازدواج تمومه، سخندانم بر میدارم و میارم. دیوونه شدی تو؟ نمیتونم تو درد سر بندازم اتسرات، راه دیگه ای نداری. تو این آب چی بود؟ فقط یکم میخوابی عزیزم. نراسم آراد، خواهش میکنم اونجا نرو. این بار نمیذارم بلای سرت بیاد سرات. سخندانو برمیدارم و میارم پیشت. سریع تر زود باشی بیارزه ها، همه تون رو اخراج میکنم. سخندان، سخندان داره فرار میکنه. مامان سخندان داره فرار میکنه. سخندان، حالا میام نجاتت میدم. پخش بین المللی زبان فارسی از موبیس میدیا اینترتینمنت. لعنتی باز شو. نه بلم کنین، من هیچ کار نکردم، قسم میخورم هیچ کار نکردم. نزدیک نشی، نگردم میفرم، جلو نیای. تو حالت خوبه؟ خوبه. ولم کنید، ولم کنید. بلم
این دختر رو آدم کن حمید. قراره این کارش بی جواب بمونه مامان. داشت از امارت فرار میکرد. زن داداش زمراد، زن داداش اینجا چی کار میکنی؟ چی کار داری میکنی؟ بیا اینجا، بیا اینجا ببینم تو اینجا چی کار میکنی؟ فرمانده سرحات کجاست؟ سرحات نمیاد. چرا؟ بلای سر فرمانده اومده؟ نه، حالش خوبه. چی شده که من نفهمیدم؟ بگید دیگه. بعدن بهت میگم احسان. جفتمون با هم باید سخندانو نجات بدیم. ما دوتا رو میگین؟ ما دوتا؟ چی کار از من میترسی؟ نه یا من شوهرتم. احسان، من نیومدم اینجا که همینطوری وایسم میرم. یه لحظه زن داداش، شما اینا رو نمیشناسین؟ شما میدونین اینا چقدر پست فطرتن؟ من از هیچ کس نمیترسم احسان. آخه زن داداش، هر جوری هم باشن میرم حرف میزنم احسان. اگه نشد زنگ بزن پلیس بیاد. زن داداش، محض رضای خدا وایسین، خواهش میکنم. احسان، من یه ذره هم نمیترسم. لطفاً ازم فاصله بگیر. برو داروهای زنم و قدرتمو بهش بده. دارو داره. مامانم حرف میزنم. کاری میکنم که معجزاتت نکنن. تو هم دیگه یکم آروم باش. وایسا خانم، نمیتونی بری داخل. نیسا خانم، چون زنی بهت هیچی نمیگم، صبرمو تموم نکن. به من دست نزن. ببینم نیسا خانم، بیا بیرون. سخندان، من اینجا هم عزیزم. بیا بیرون، نترس سخندان. آجی زمرد اومده. اون زن زمرد بازم اومده. نیسا خانم دیوونه میشه. سخندان، نترس عزیزم، بیا بیرون. نیسا خانم، بیا بیرون. ولم کن، ولم کن، ولم کنید. آبجی زمرد، کجا داشتی میرفتی یاروس خانم؟ همونطوری که با عزیمت خانم حرف زدی با منم حرف میزنی. منم یه دمیر کارم. من دیگه حتی نمیخوام به این دست بزنم جانان. تو بهش برس. بروی چشم مامان. نسا، نسا خانم، بیا بیرون. بیا دنبالم. بیا نسا خانم، من بالاخره از اینجا نجات پیدا میکنم.
اون وقت تو میخوایی چیکار کنی؟ من نجات پیدا کنم میخوایی چیکار کنی؟ حدشو بهش نشون بده جانان. تو مامان منو تهدید میکنی؟ خفشو. تو هم تاوان کارایی که کردی و پس میدی. گوش کن، تو زنده از این امارت بیرون نمیری. نکنه بسی. زمرد دمیرکان، به حرف شوهرت گوش نمیدی و به سمت دردسر میدویی. میرم سر اصل مطلب. نسا خانم، اومدم سخندانو ببرم همین الان. اگه نیاریم چی کار میکنی؟ ارتش جلوی در علام میکنی؟ شما سخندانو به من میدی؟ منم کاری میکنم سرات سهامتونو پس بده. وقتش که برسه من خودم حقمو از اون میگیرم دختر جون. سخندانو به هم ندین هیچ جا نمیرم. فهمیدین چی گفتم؟ باید لباس دیوونه ها رو تنت کرد. میخواین بگین دیوونه؟ میخواین بگین مجنون؟ سخندانو باید بدین به من. کافیه. این دختره که اومده زمرد واقعا دیوونه. اینجوری نگو زن، برو غذای عروس سخندانو بده. نترس، من اینجام، پیشتم. اومدم تو رو از اینجا ببرم. زیاد وقت نداریم، زود باش، عجله کن. نجاتت میدم، اصلا نیاز نیست بترسی. Come on.
زمرد، زمرد کجایی؟ زمرد، سرها تصمیممو گرفتم، میخوام برم با ازگوچو حرف بزنم. چرا نگو زمرد بچم؟ میرم با نسا خانم حرف میزنم، میگم این ازدواج تمومه، سخندانو برمیدارم و میارم. دیوونه شدی تو؟ نمیتونم تو درد سر بندازمت، راه دیگه ای نداری. تو این آب چی بود؟ فقط یکم میخوابی سراد. نرو زمرد، خواهش میکنم اونجا نرو. این بار اجازه نمیدم بلای سرت بیاد. سخندانو برمیدارم میارم پیشت. زمرد، آبجیتونه، زمرد کجاست؟ ندیدمش آقا زرهاد. شما حالتو خوبه؟ آره خوبم. زرهاد پسرم خوبی؟ زرهاد چی شده عمو؟ مثل این که حالت خوب نیستم. زمرد تو آبم قرص خواب ریخته که نرم امارت از گجا. زمرد کجاست مامان بزرگ؟ مامان بزرگ زمرد کجاست؟ تو چرا جلوی زمرد رو نمیگیری؟ چی میگی پسرم؟ همیشه میخواستی از شرش خلاص بشی، همیشه میخواستی زمرد بمیره. این دختر به خاطر نوه تو داره از جونش میگذره، ولی تو ازش متنفری. عظیمت دمیرکان باشکوه، عظیمت دمیرکان پر جلال، تو همینی دیگه ها؟ داری کجا میری عمو جون؟ میرم زنم و خواهرم رو نجات بدم. منم باهات میام، اگه قراره بمیری با هم دیگه بمیری. عباس پسرای نازنین، پسرم پسرم. عمو تو از پشت هوامو داشته باش. باشه عمو. زرهاد! فرمانده زرهاد! ما را از اینجا بیاریم بیرون! بلمون کنین!
ما رو آزاد کنیم. فرمانده سرهاد، فرمانده سرهاد. بلمون کنیم بریم پیش فرمانده. بلمون کنیم لعنتی ها. زن داداش برو کنیم. بلمون کنیم، بلمون کنیم عوضی ها. امو اینا خیلی زیادن ها، باید همه شونو بکشیم. امو کافیه، بسه، کافیه. انگار تو منظور منو نفهمیدی حمید. اصلا منظور منو نفهمید. اسلحه هاتونو بندازین. برید سخندان و بقیه رو بیارید. حمید، اسلحه‌تو بنداز. من نمیخوام بیشتر از این به امارت آسیب برسه. اسلحه‌هاتونو بندازین. نمیخوام به سخندانم بیشتر از این آسیب برسه. من صلح قبول میکنم. من قبول نمیکنم. هم سخنتان، هم زمرد خانوم، همون محافظ عوضی رو بیارید. حدتو بدون. هیچ کس جایی نمیره پسرم. حد و حدود من اینه مادر. من بزرگترین مرد این امارتم. رئیس این امارت منم. برید همین الان مهمونمون رو بیارید. بابات بر میگرده حمید، اون وقت باید بهش حساب پس بدی. دخترم سخن جان، دیگه هیچ خصومتی بین ما نمونده. از این به بعد دمیرکانا و اوزگوچا دشمن نیستن، با هم دیگه دوستن. تموم شد و رفت. حتما یه بلایی سر این بچه اومده. حتما. خدا رو شکر. احسان داداش آمیر شما رو میبره به یه خونه ام. با سخندان میرید اونجا. من نه به مامان بزرگم اعتماد دارم نه نسا. باید وضعیت یکم آروم بشه. یکم استراحت کنین. سخندان خیلی خسته شده. بعدم میایید. بفرمین سخندان خانم. سرهاد خودت چطوری؟ خوبی؟ من خوبم داداش، چیزیم نیست. تو هم همین که مراقب بچه ها باشی کافیه. اون با من، تو نگران نباش. داداش خدا ازت راضی باشه. دیگه هیچ کس نمیتونه ناراحتت کنه. هیچ کس. سخندان دخترم مراقب خودت باش بابایی. باشه بابا. دیگه برا. Thank you.
خوندم چه دارویی تو آبم ریختی. هنوز داره سرم گیج میره. خدایا پروردگارا، سرنوشت ما دست تو خدا، مردای خونمونو از ما نگیر. خدای من خودت مواظب پسر و نوهای من باش. ای خدای مهربونم مواظبشون باش. دختر ملیحا، اگه بلایی سر دامادم سرحاد بیاد، به خدا روزای خوبمون تو امارت تموم میشن، میره پیکارش. کورکویی ایز لودینگ مامان جون. یعنی چی دختر؟ انگلیسی بود. این نیازی چاوش کجا موند پس؟ حداقل به اون میگفتیم میرفت یه سر میزد. مامان وزوکی دارم میان. کجا؟ بابا با داداش سرها دارم میان. خدایا کجا؟ دارم میان دیگه. ملیحا بیا ببوسمت. وای ماما. آه پسرم سرهام. ماما ببین این فاتح امارت اوزگوچاست. به خدا باید میدیدی پسر داداشم چی کارا کرد. باید میدیدی هی میزد همش شلیک میکرد، همشونو گرفت یه فصل. برادر زدمو باید میدیدی. نگاش کن جلو روت وایساده. خیلی خوب عمو، خیلی خوب. پسرم خوش اومدی. سخندان کجاست؟ واسه چی میپرسی؟ بازم میخوای بفرستیش خونه ازگوچا؟ چرا پرسیدی مامان بزرگ؟ زنها این خونه به اندازه کافی از دستت عذاب نکشیدن؟ کارایی که با مادرم کردی بس نبود؟ از سخندان فاصله بگیر. زمردم قربونت برم، به خدا خیلی نگرانت شدم. میدونی خیلی ترسیدم، کم مونده بود قلبم بیاد تو دهنم. ملیحا دختر بگو دیگه، بگو چقدر ترسیده بودم. ای باشه مامان، من خوبم. داداش سرحاد، من میرم یکم استراحت کنم، شما هم خیالتون راحت باشه. شب بخیر. به سلامت. به سلامت سانگار. شوهر خواهرتو ناراحت نکنی. شب بخیر. برو زمرد برو. آی خدا رو هزار مرتبه شکر دختر. زمرد خانم. چیه؟ چی میخوای بگی؟ زمرد خانم، در گذشته اتفاقات تلخی بین ما افتاد، ولی بدونید همشون تقصیر عزیمت خانم و آقا عباس بودن. هر وقت وقت داشتید میخوام در مورد خانواده آقا سرحاد یه چیزایی بهتون بگم. هر چی میخوای بگی الان بگو. مفصله، خیلی مفصله. هر وقت مساعد بودید به هم بگید. Thank you.